باز هم برنامه اتمی ایران، باز هم جنجال بر سر غنی‌سازی و یک بار دیگر آژانس بین المللی انرژی اتمی در کانون یک پرونده با ابعادی بین المللی. آژانس میگوید ایران نصب سانتریفیوژ های پیشرفته تر برای غنی‌سازی اورانیوم را شروع کرده، اقدامی که گذشتن از مرزهای برجام است. نصب سانتریفیوژ های پیشرفته تر از قبل، اگرچه در تعدادی اندک. از طرف دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید مدارکی دارد که از یک سایت هسته‌ای نظامی مخفی تازه ایران پرده برمی‌دارد در آباده در استان فارس، سایتی که او میگوید حالا تخریب شده. چرخش سانتریفیوژ های جدید و تند شدن دور تحولات دوباره پرونده هسته ایران را به جریان میاندازد. آیا ماراتونی دیگر از مقابله و مجادله میان ایران و غرب در پیش است؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از ریحانه مظاهری. یک روز پس از سفر مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، این نهاد تایید کرده که ایران در حال نصب سانتریفوژهای پیشرفته است. آژانس از ایران خواسته تا فوراً به سوالاتش پاسخ دهد. همچنین تأکید کردم که نیاز داریم که ایران سریعاً به سوالهای آژانس درباره کامل بودن گزارش‌هاش در ارتباط با پادمان‌ها پاسخ بده. آژانس به تلاشاش ادامه خواهد داد و فعالانه درگیر خواهد بود. زمان حیاتیه. بر اساس گزارش آژانس، ایران در ماه‌های گذشته سانتریفوژهای پرقدرتی را نصب کرده و یا در حال نصب آنها بوده. 22 دستگاه سانتریفوژ IR4، 1 دستگاه IR5، 30 دستگاه IR6 و 3 دستگاه IR6S. سانتریفوژ هایی که نسبت به نوع اول سانتریفوژ های ایران توان غنی‌سازی بالاتری دارند، به این معنی که با صرف انرژی کمتر اورانیوم بیشتری را غنی‌سازی می کنند. بر اساس توافق برجام، داشتن بیش از 30 دستگاه سانتریفوژ IR6 آن هم فقط برای تحقیق و توسعه تا 4 سال دیگر، یعنی سال 2023 برای ایران ممنوع است. ایران's secret atomic warehouse. It's right here in the Turkuzabad. گزارش آژانس یک روز پس از خبری منتشر شد که مبنای آن پیدا شدن ردپای اورانیوم در محلی بود که سال گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از آن خبر داد. خبری که البته این واکنش مقام‌های ایران را در پی داشت. اینا رو دارن سر کار می‌ذارن. این دفعه دیگه ارجاع شدن به دلغزاباد. نمی‌دونم. حس می‌زنم یه عده‌ای سر کارش گذاشته. رویترز اما به نقل از دیپلمات‌های غربی گفته آثاری از اورانیوم در نمونه برداری بازرسان بین‌المللی از این محل در ترقوزآباد کشف شده. موضوعی که مدیر کل موقت آژانس در کنفرانس خبری امروزش آن را محرمانه خواند و از پاسخ به آن طفره رفت. ایران هم در واکنش به این خبر بدون اشاره مستقیم هر گونه فعالیت پنهان اتمی را رد کرده. امروز اما نتانیاهو از جزئیات یک سایت اتمی دیگر ایران پرده برداشت در آباده. او با نشان دادن این تصاویر گفت که مقام‌های ایران پس از آنکه فهمیدن اسرائیل از وجود این سایت با خبر شده آن را جمع کردند. سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران پیش از توافق برجام به 20% رسیده بود، اما بر اساس این توافق تهران محدودیت‌هایی را در سطح غنی‌سازی و برخی جنبه‌های تحقیقاتی پذیرفت. در توافق برجام ظرفیت غنی‌سازی ایران تا مرز 3.67% پیش بینی شده. بحث اتحادیه اروپا است که به عنوان پرکننده خلأ عدم حضور امریکا قرار، اما ایران پس از خروج امریکا از برجام گفته بود در صورتی که اروپا برای جبران منافع اقتصادی ایران از برجام کاری نکند، گام به گام از تعهداتش میکاهد. ایران دو ماه پیش و در گام دوم محدودیت غنی‌سازی در قالب برجام را زیر پا گذاشت. آژانس تایید کرد که تهران درجه غنی‌سازی را تا 4% بالا برده. اما حالا در گام سوم و بر اساس گزارش آژانس، تهران نه تنها بر تعداد سانتریفوژهای پیشرفته‌اش افزوده، بلکه اتصالات آنها را هم برای غنی‌سازی آماده کرده. جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی الحمدلله هم توانایی افزایش ظرفیت داره، هم توانایش افزایش سطح غنی‌سازی رو نه فقط 20%. آژانس گفته به بازرسی‌هایش از ایران بر اساس برجام ادامه خواهد داد، اما در عین حال بر مهم بودن زمان پاسخ ایران تاکید داشته. زمانی که اگر دیر شود، شاید پرونده هسته‌ای ایران را به همان دست‌اندازی بیاندازد که سال‌های پیش از برجام دچارش بود. ریحانه مظاهری، BBC.
دیوید آلبرایت، بازرس پیشین هسته‌ای سازمان ملل متحد و همینطور رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین الملل، از شهر مانستر آلمان با ماست. این مؤسسه برنامه اتمی ایران رو با دقت زیر نظر داره و منتقد سیاست‌های هسته‌ای ایران هم هست. آقای آلبرایت، چطور میشه ادعایی که توسط آقای نتانیاهو مطرح شده رو راستی آزمایی کرد؟ راستی آزمایی کردنش صحبت‌های چیزی که آقای نخست وزیر اسرائیل امروز گفت بدون اطلاعات دیگر سخته، چون تأسیساتی هست که در یک منطقه دور افتاده هست و البته دشواره که بدونیم که با توجه به چیزی که اون گفت چه اتفاقاتی میتونسته در اون محل در زمانهای اخیر اتفاق افتاده باشه. اما چیزی که میشه گفت اینه که دولت ایران باید واقعیت رو بگه. اونها در گذشته درباره فعالیت‌های هسته‌ای گذشته‌شون دروغ گفتن و اگر خب شروع کنن به همکاری کردن و گفتن واقعیت، اون وقت همه میتونن که متوجه بشن که واقعا قضیه از چه قراره. اگر اونها نخوان که حقیقت رو بگن، اون وقت نیاز هست که جامعه بین المللی و آژانس بین المللی انرژی اتمی بررسی کنه هر اطلاعاتی که اسرائیل بهشون ارائه بده و اون وقت سعی کنن که دسترسی داشته باشن به این محل، همونطور که در موارد دیگر انجام دادن، و اون وقت با افراد که اونجا کار میکردن صحبت کنن و خب میتونه یک پروسه بسیار طولانی باشه. قوانین بین المللی چقدر روشن هست در این باره؟ مثلا هر کشوری میتونه علیه کشوری دیگه ادعا بکنه، علامت سوال رو بر روی یک منطقه جغرافیایی بگذاره و بگه که باید اینجا بررسی بشه؟ البته، چون ایران یک امضا کننده معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای است و بنابراین متعهد شده که هرگز سلاح‌های هسته‌ای نسازه، و شواهد بسیار روشنی هست که نشون میده که در گذشته روی این قضیه کار کردن. برنامه تا سال 2004 برنامه خیلی تهاجمی داشتن و به نظر میاد که شواهدی هست که بعد از 2004 هم فعالیت‌های در این زمینه داشتن. بنابراین معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یک معاهده بین‌المللی است و بنابراین مکانیزم‌هایی هست که باید برنامه بر اون این مکانیزم پیاده بشه، و از اونجایی که سلاح‌های هسته‌ای یک چیز خطرناکی هستند که داشتنشون خطرناکه و ایجاد تنش می‌کنه، اسرائیل کاملا محق هست که این اطلاعات رو فاش کنه، اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده درباره یک برنامه بالقوه هسته‌ای ایران که همچنان به طور بالقوه ادامه داره، و همینطور اطلاعاتی رو درباره فعالیت‌های گذشته ایران هم فاش کنه. امروز سرپرست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه اتمی ایران صحبت می‌کرد. او می‌گفت که نباید تسلیم خواسته‌های سیاسی شد، باید سعی کرد که حقیقت رو یافت. ما می‌دونیم که اختلاف بین ایران و اسرائیل هست. می‌دونیم که دو کشور مشکلات زیادی با همدیگه دارند. فکر نمی‌کنید که مسئله بیشتر یک مسئله سیاسی است؟ میتونه جنگ روانی، بخشی از جنگ روانی اونها علیه همدیگه باشه تا اینکه واقعا فعالیت‌های اتمی در اونجا انجام شده باشه؟ من فکر می‌کنم شواهد اسرائیلی‌ها در دسترس همه هستند و ما در این مورد می‌بینیم که اسرائیل چه چیزی ارائه کرده، و اونها یک آرشیو کامل هسته‌ای رو به آژانس ارائه کردند. بنابراین ما بخش‌های زیادی از این آژانس رو هم دریافت کردیم به زبان فارسی و مترجمی داشتیم که اونها رو ترجمه کرد. بنابراین اسرائیلی‌ها شواهد خودشون در اختیار همه گذاشتن. بنابراین اگر به این آرشیو نگاه کنیم، فکر نمی‌کنم بحث سیاسی باشه در برای این اطلاعات خیلی منسجم و مستدلی هست. ما اونها رو کنترل کردیم، دیگران میتونستن کنترلش کنن و کاملا منطقیه، و الان کاملا روشنه که ایران به جامعه بین‌المللی، به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دروغ گفته، سعی کرده اونها رو گمراه کنه، و اینها
در واقع مدارکی هستن که ایرانی ها نوشتن و درش توضیح داده شده که چطور میخواستن فریب بدن آژانس رو. بنابراین نمیشه که هیچ تردیدی داشت در این زمینه و ایران فعالیت همکاری نکرده در این ارزیابی های گذشته و این در واقع بخشی از صحبتی است که امروز در وین هم مطرح شده. گام های تازه ایران که امروز آژانس درباره اونها اطلاعات بیشتری ارائه کرد، مثلا به کار گرفتن سانتریفیوژ های پیشرفته، تا چند دوزه میتونه احیا کننده برنامه اتمی ایران باشه و برگشت برنامه به دوره قبل از برجام؟ ایران داره خب از برجام دور میشه و تردید در این باره وجود نداره. اینکه تا چه اندازه از اون دور خواهند شد باید منتظر ماند و دید. طبیعتاً ایالات متحده و ایران در این مقطعی باید با هم بشینن و مذاکره کنن، یک توافق جدید، یک توافق الحاقی، یک توافق تازه. توافق قدیمی پابرجا نخواهد بود، اما این قدم های جدید که ایران برداشته متاسفانه ارتباط ما با آقای آلبرایت قطع شد. دیوید آلبرایت بازرس پیشین هسته سازمان ملل متحد و رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین الملل از شهر مانستر در آلمان با ما. اگر تونستیم دوباره ارتباط خودمون رو برقرار بکنیم حتما با آقای آلبرایت ادامه میدیم. اما مهدی خلجی پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن از شهر واشنگتن با ماست و حبیب بابایی تحلیلگر مسائل سیاسی غرب آسیا هم از فرانکفورت آلمان با ما. آقای خلجی، چند روزی هست که دوباره برنامه اتمی ایران بیشتر از گذشته با جزئیات بیشتر داره مطرح میشه. باز هم از نظر شما شاهد بازگشت جنجال ها بر سر برنامه اتمی ایران هستیم و بازگشت به فضایی که در گذشته بود؟ من تصور میکنم که ایران الان رویکردش رویکرد تهاجمی هست در سیاست خارجی به طور کلی و همینطور در سیاست هسته‌ای و سعی میکنه از راه به اصطلاح شدیدتر کردن یا چالش برانگیزتر کردن سیاست‌های خودش امتیاز بیشتری از غرب بگیره. اگر این سیاست منجر بشه به اینکه ایران بپذیره پای میز مذاکره بیاد و راجع به برنامه هسته‌ایش و همینطور برنامه موشکیش و همینطور حضورش در منطقه خاورمیانه مذاکره کنه، مخصوصا با آمریکا، میشه گفت که به ختم به خیر خواهد شد و عاقبت خوب پیدا خواهد کرد. اما اگر این سیاست بدون تصمیم گیری برای نشستن بر سر میز مذاکره باشه میتونه عواقب خطرناکی داشته باشه. آقای بابایی شما چی فکر میکنید؟ من قبل از سلام عرض میکنم، ایام محرم به ملت مسلمان کشورهای تمام مسلمان کشور جهان تسلیت عرض میکنم. قبل از اینکه سوالتون جواب بدم به آقای آلبرایت میخوام جواب بدم. آقای آلبرایت باید بدونن که طبق گفته آژانس هسته‌ای 16 بار به تایید آژانس مسئله هسته ایران رو تایید کردن و کشورهایی که مسئله هسته ای و اتمی ایران رو امضا کردن خودشون هم تایید دارن و ایشون هم میدونن. فکر کنم ایشون در این مورد مطالعه‌ای نداشتن. و موضوعی که آقای نتانیاهو عرض میکنن، قبل از فوت آقای آمنو یادتون باشه آقای نتانیاهو یه وان سی دی رنگارنگ در به تمام کشورهای جهان میچرخوندن، هیچ اسنادی ازشون پیدا نشد. آقای نتانیاهو متاسفانه برای انتخابات خودشون دارن از اداره اطلاعات امنیتی اسرائیل سوء استفاده میکنن و این نتیجه که آقای تمام دنیا بهش خندیدن برای اینکه این نتیجه نداد و اینکه این اصلا ایران اگر میخواست به انرژی هسته‌ای دست پیدا کنه 13000 تن ما اورانیوم غنی شده داشتیم، 400 کیلو اورانیوم غنی شده، 13 تن اورانیوم داشتیم، 19000 تا سانتریفیوژ داشتیم. ما اینا رو با طبق دست آژانس و بیرون از ایران صادرات کردن و کاش این کارو نمی کردیم. ایرانی که توی این مدتی که طبق گفته آژانس و تمام کشورهای جهان بهترین و تمیزترین برنامه هسته را پیش میبرد، ایشون با چه سندی، ایشون برای چی داره میگن ایشان ما سندی داره؟ مگه گفته آقای نتانیاهو آیه انجیله که ایشون هرچی میگوین درست باشه؟ نه، من محکوم میکنم و ایران داره
و ای کاش ایران از این برنامه باید میمد بیرون. ما باید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنیم، همینجور که اسرائیل داره نافرمانی کرده و عضو آژانس هست. نکته جالبی اشاره کردید، کاش به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنیم. آقای خلجی، حتی بسیاری از تندروها در جمهوری اسلامی هم نمیان به صراحت چنین حرفی بزنن، فکر میکنید که دلیلش چیه؟ ببینید، جمهوری اسلامی یک نظام یا یک دولت عادی نیست. آقای خامنه ای خودش رو رهبر مسلمانان جهان میدونه. جمهوری اسلامی طبق قانون اساسیش و طبق گفته های رهبرانش برای خودش یک مسئولیت جهانی قائل هست و خودش رو در چارچوب دولت ملت تعریف نمی کنه. به اصطلاحی که در علوم سیاسی استفاده میشه، یک حکومت شبه توتالیتر هست. حکومت های شبه توتالیتر همونطور که در داخل کشور. آقای بابای اجازه بدید که آقای خلجی نکتهشون رو بیان کنن، بعد شما میتونید نقد بکنید. آقای بابای اجازه بدید. بله بفرمایید آقای خلجی، ادامه بدید. حکومت های شبه توتالیتر همونطور که در سیاست داخلیشون تمامیت خواه هستن، در سیاست خارجیشون هم سیاست های امپریالیستی و توسعه طلبانه دارن و نمونه های این حکومت ها هم در قرن بیستم و هم در زمان کنونی در آغاز قرن 21 بسیار زیاد هست. بنابراین جمهوری اسلامی دنبال این هست که از برنامه هسته‌ایش استفاده سیاسی بکنه و برعکس اونچه که میگه، برای تأمین انرژی نیست که چنین برنامه‌ای رو در پیش گرفته. به هر حال برنامه هسته‌ایش رو، من نمیگم که جمهوری اسلامی لزوماً در پی این هست که سلاح هسته‌ای بسازه، ولی در پی این هست که برنامه هسته‌ایش رو به حالت تهدید کننده در سیاست خارجی در بیاره و همیشه یک پشتوانه‌ای برای پیشبرد سیاست‌های توسعه طلبانش در منطقه ازش استفاده کنه. آقای بابا یک سوال، شما گفتید که کاش به سلاح اتمی دست پیدا می‌کردیم. حتی کسی مثل آیت الله خامنه‌ای هم بر اساس فتوای خودشون اون رو حرام میدونن. چطور میشه به چنین ارزیابی رسید؟ بله، من به فتوای مقام معظم رهبری اشاره میکنم، چون اصلا شریعت ما اجازه نمیده به سلاح بمب هسته‌ای پیدا کنیم. و من ای کاش برای بازدارندگی امروز ما آقای ترامپ داریم، نتانیاهو داریم، هزاران جورج توماس نتانیاهو در که نسل‌های بعدی ما خواهیم داشت. ای کاش شریعت ما اجازه میداد نه برای استفاده سلاح بمب هسته‌ای، نه، ما برای بازدارندگی کشور خودمون داشته باشیم. چطور اسرائیلی که ما یه موشکی داریم، اسرائیل میگه ما را تهدید میکنه، اسرائیلی که 40 سال ما را با بمب اتم تهدید میکنه، چرا از اون نمیگویم؟ چرا آقای خلجی شما که امروز نشستین اسرائیل همیشه میگه اگر جنگی بشه من ایران با بمب اتم نابود میکنم، شما چرا این حرفا را نشنیدید؟ شما امروز مدافع اسرائیل شدید یا همسال شماها. و من ای کاش میگم در شریعت ما اجازه داشته باشیم، نه برای استفاده، برای روز مبادا اگر کشوری ما را تهدید، برای بازدارنده خودمون و برای نسلی بعدمون و کشورمون، من اعتقاد دارم باید داشته باشیم. آقای خلجی، در وهله اول باید گفت که اسرائیل هیچ موقع تهدید کننده موجودیت ایران نبوده و به عکس ایران هست که ایران هست که از ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی موجودیت اسرائیل رو نه به رسمیت شناخته و نه از تلاشی برای تضعیف یا از بین بردن اسرائیل فروگذار کرده. ما میدونیم که رو موشک‌هایی که ایران میسازه مرگ بر اسرائیل ساخته نوشته میشه و اسرائیل باید نابود گردد. بنابراین این ایران هست که با موجودیت اسرائیل مشکل داره. اسرائیل اگر مشکلی داشته باشه با حکومت ایران مشکل داره و این دو امر کاملا متفاوت هستن. نکته دوم این هست که در شریعت اسلام طبق فتاوای بسیاری از فقها، ساختن سلاح‌های کشتار جمعی اگر راه آخر باشه و ناگزیر باشه هیچ اشکالی نداره. این اولا بنابراین در شریعت اسلام به طور مطلق تولید سلاح‌های کشتار جمعی منع نشده و ثانیاً اینکه فتوا در جمهوری اسلامی ارزش چندانی نداره، به دلیل اینکه همیشه مصلحت نظام میتونه فتوا رو نقض بکنه. ما فتاوای بسیار زیادی داشتیم که توسط آیت الله خمینی و همینطور آیت الله خامنه ای به بهانه مصلحت نظام کنار گذاشته شد. بنابراین جمهوری اسلامی هیچ موقع
هیچ پشتوانه یا سندی ارائه نکرده برای اینکه اعتماد جامعه بین المللی رو برای نرفتن به سوی ساخت سلاح‌های هسته‌ای جلب بکنه و همواره در عمل به شکلی عمل کرده، به شکلی رفتار کرده که این شائبه رو در ذهن جامعه بین المللی ایجاد کرده که برنامه هسته‌ای اهدافی فراتر از اهداف صلح‌آمیز داره. آقای بابایی شما اگه حرفی دارید بسیار کوتاه لطفا. من فکر میکنم گفته های ما طبق گفته آژانس هسته‌ای جهانی 16 بار طبق تایید آژانس، برای بار دوم میگم 16 بار تایید آژانس، برنامه هسته ایران صلح‌آمیز بوده و امروز رئیس انرژی هسته‌ای در ایران هستن و امروز هم جواب آقای نتانیاهو رو در تهران دادن و من منتظر این هستم که آقای نتانیاهو یه وان سیدیای رنگارنگ دزدیده بودن و قبل از فوت آمانو که تمام دنیا به ایشون خندیدن که هیچ سندی در ترگوزآباد، ترگوزآباد ما رفتیم، ما بس جنوب شهر هم هستیم، ترگوزآباد یه چند تا گالشوی در اونجا هستن، حالا کی کدوم بند خدای حالا امروز هم رفته آباد، این از طریق یه چند تا فشفروشی هستن که احتمالاً کلمه هموطنان کلمه ما هستن که گاهن ایشون سرکار میزنن یا از اطلاعات که از مجاهدین خلق و دوستانی مثل آقای خلجی در اونجا میگیرن. کشورهای مثل فرانسه، آلمان و روسیه، چین، اداره اطلاعات اینا خیلی قوی تر از نتانیاهو هستن که طبق نگفته اونا ایران برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای درستی انجام داده و تازه اگر ایران از این به بعد اگر واقعا باید 16 ماه صبر مصلحتی، و من فکر میکنم امروز اگر ایران بیاد به بمب هسته‌ای هم اگر برسه و سانتریفوژ هر چقدر بیشتر کنه، این حق مسلم ایرانه، برای اینکه کشوری که از توافق خارج شده این امریکا بوده و ضعیف‌ترین، من به جمهوری اسلامی ایران دارم میگم جناب آقای ظریف، ضعیف‌ترین وزارت امور خارجه در تاریخ بنیان آمریکا این دوران آقای ترامپ بوده. در تمام گفتگوها با گروهی مثل طالبان ایشون به سرانجام نرسیدن، با کره شمالی نیمه کار، هر قراردادی بوده آقای ترامپ خارج شدن و نتونستن یک قرارداد جهانی را تا امروز امضا کنن. بسیار خوب آقای بابا، البته شما برنامه های یکی دو ساعت قبل ما رو احتمالا ندیدید چون سرپرست آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین اتریش هستند، دیروز سفری داشتن، همونطور که شما اشاره کردید در تهران بودن. در شما بیانیه اولش رو پخش کردین، دومش هم لطفا پخش کن که ایشون گفت من جوابی برای گفتن ایشون ندارم. بله درسته آقای خلجی، این هم البته حرفی است که از نظر بسیاری ها خیلی نمیشه ادعاهای آقای نتانیاهو رو جدی گرفت یا دست کم اون رو راستی آزمایی کرد. چرا کار به اینجا رسیده؟ ببینید، همونطور که آقای دیوید آلبرایت گفت، قرار نیست که جامعه بین‌المللی بر اساس حرف آقای نتانیاهو عملی انجام بده، بلکه مخصوصا آژانس اگر تصمیمی بگیره یا اگر نظری بده بر اساس اسناد و شواهدی خواهد بود که یا خودش به دست میاره یا اینکه دولت‌هایی مثل اسرائیل در اختیارش قرار میدن. بنابراین قرار نیست که بر اساس صرفاً اظهارات یا ادعاهای آقای نتانیاهو عملی انجام بشه. اما فراموش نکنید که مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی یک مسئله حقوقی نیست، بسیار بسیار فراتر از مسئله حقوقی است، مسئله سیاسی است. و مسئله سیاسی است به چه معنا؟ به این معنا که با سیاست خارجی جمهوری اسلامی پیوند خورده. تا زمانی که جمهوری اسلامی حرف از نابودی اسرائیل میزنه، تا زمانی که تنین مرگ بر آمریکا در فضای عمومی جمهوری اسلامی تنین افکن هست، تا زمانی که جمهوری اسلامی وظیفه خودش رو حمایت از مستضعفین جهان و مبارزه با مستکبران جهان میدونه، این مشکلات از جمله مشکل هسته‌ای، بحران هسته‌ای ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی که مسئله جمهوری اسلامی یا چاره که جمهوری اسلامی باید دنبالش باشه، اعتماد سازی بر اساس تغییر بنیادی سیاست خارجیش هست. تا زمانی که این سیاست خارجی تغییر نکرده، سوء ظن‌ها فراتر از شواهد حقوقی عمل میکنن و موازنه قوا رو بین جمهوری اسلامی و جامعه بین‌المللی شکل میدن. بنابراین باید توجه داشت که فراتر از
اسناد و شواهدی که داده میشه همیشه این سوء ظن به جمهوری اسلامی وجود داره که جمهوری اسلامی چون در گذشته دروغ گفته، چون در گذشته پنهانکاری کرده، چون در گذشته اهداف خودش رو به شکل گمراه کننده‌ای وانمود کرده، بنابراین این احتمال باز هم در آینده وجود خواهد داشت، به دلیل اینکه خصومت‌هایی که جمهوری اسلامی برای خودش تعریف کرده اون خصومت‌ها پابرجاست. آقای بابایی، خیلی از کشورها به قول شما سلاح اتمی هم دارند، از جمله در همسایگی ایران. هیچ وقت از خودتون پرسیدید که چرا با اونها تا این اندازه مخالفت نیست و با برنامه اتمی ایران و جمهوری اسلامی تا این اندازه مخالفت هست؟ برای اینکه یک کشورهای شما میبینید، من میگم اروپای ناتوان، شما اروپای به این بزرگی، کشورهای اروپای برای اینکه لابی اسرائیل همیشه در امریکاست. کدوم کشورهای اروپایی یا کشورهای جهان یه بار اومدن به عنوان کشور بیان بگن آقا مسئله هسته‌ای اسرائیل غیرقانونیه؟ شما این مسئله این است. بعدم درستم اسرائیل چرا ناراحته؟ مگر آقای نتانیاهو نبودن که همش در رسانه‌های همین در بی‌بی‌سی یا جاهای دیگه میگفتن ما با حکومت ایران مشکل داریم، با ملت ایران مشکل نداریم؟ بنده ملت ایران هستم. آقای نتانیاهو شما چرا ناراحت؟ شما که ما ملت ایران دوست داشتید، ناراحت نشید. حالا شما نیومدید در ایران، ما اومدیم نزدیک شما، همسایه شما، دیم ناراحتی نداره. بعدم آقای خلجی، من فکر می‌کنم مسئله انرژی هست. اگر کینه دشمنی بذاریم کنار، به عنوان حقیقت رو می‌خوایم بگیم، تنها کشوری هست در مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، با احترام دارم میگم، چون مسئله هسته‌ای به تمام به روشنی طبق گفته آژانس تمام کمال اجرا کرده است. متشکرم، خیلی ممنونم از صاحب بابایی، تحلیلگر مسائل سیاسی غرب آسیا از فرانکفورت در آلمان با ما، و همینطور مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن از همین شهر. نظر مخاطبان خودمون رو در مورد تحولات جدید در پرونده اتمی ایران هم پرسیدیم، منتخبی از نظرات اونها رو میشنویم که به پیامگیر تلگرام بی بی سی فارسی فرستادن. اون چه مشخصه میزان قدرت داره مناسبات دنیای امروز رو شکل میده، و اگر کسی هم کمترین تردیدی در این باره داشت، فکر میکنم دیگه زمانش رسیده که تجدید نظر کنه و از خواب بیدار شه. تو دنیایی که به راحتی معاهده‌هایی که سالهای سال برای زمان برده شده در کسری از ثانیه نقض شد، و قوانینی که به راحتی میتونه زیر پا گذاشته شه، مشخصه که نباید به این معاهده‌ها و به این قوانین و به این قراردادها دل بست، و تو این جنگل اون چیزی که مهمه قوی تر شدن، اونم صرفاً تو حوزه نظامیه و نه حتی اقتصادی. به نظر من خیلی میتونه برای ایران گرون تموم بشه و خیلی موضع نتانیاهو رو میتونه تقویت بکنه در سازمان ملل و بین کشورها، به خاطر اینکه تا الان ایران میگفتش که نتانیاهو حرفایی که میزنه همه حرفای بیخوده و سندسازی میکنه، ولی اینکه بقایای اورانیوم رو تونستن تو اون انباری که پارسال نتانیاهو صحبت ازش میکرد پیدا بکنند، به نظر من خیلی میتونه برای ایران گرون تموم بشه. و البته خب جمهوری اسلامی آبرویی نداره، ولی خب بیشتر از این آبروش بین هم مردم خودش و هم در جامعه بین‌الملل خواهد رفت، و این نشون میده که جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح اتمی، به دنبال مخفی کاری و به دنبال فریب جامعه بین‌المللی هست. این بحث باقی مانده اورانیوم کلن یه موضوع برای پراکنده کردن ذهنه، و اینکه بخوان دوباره جمهوری اسلامی رو محکوم بکنن به سری مسائل که از طرف اسرائیل و کشورهای دیگه انجام شده. در حال مشخص شده که اینا در لایه‌های مختلف توی کشور ما جاسوسای دارن و کارهای رو میتونن انجام بدن. این کاملا از نظر من این موضوع جعلیه و فقط کار اون تشکیلاتی است که به قول آقای ظریف حالا به اصطلاح اون به اصطلاح گروه بی هست که میخوان یه سری مسائل رو درست کنن. اصلا منطقی نیست جمهوری اسلامی توی این شرایطی که هست اقداماتش رو داره خیلی علنی اعلام میکنه و نیازی به این کارا نداره برای که بخواد تنش بیشتری رو درست بکنه.